آقا درگیرید دیگه. حالا میرم میرو. آقا درگیرو. من خواستم بیان بارم میرو خبری ها. یه من باش نمایستی. یه من باش نمایستی. اونایی که ازانی که جلو هستم بشینن دوتان. من خواستم این تاکش رو انجام بدن. من خیلی عذرخواهی میکنم بابت من از طرف خودم عذرخواهی میکنم بابت جای کم. واقعیتش اینه که دوستان جشنواره من معمولا اهل انتقاد نیستم هیچ وقت، ولی از نظر بنده هیچ کارگردان و بازیگری ارجع نیست به هیچ روزنامه نگار یا عکاسی. هر کسی که کارت داره میتونه در واقع ورود بکنه به جشنواره و فیلم‌ها رو ببینه. اگر زیاده به نظرم دوستان جشنواره باید یک فکری براشون بکنن، چون دوستانی که کارت دارن میتونن در واقع بازخواست کنن، بگن خب ما که کارت داریم میتونیم بیایم. من بازم عذرخواهی میکنم بابت جای کم و اینکه ما زمان کمی گذاشتیم برای اینکه عکاسی بکنیم. ممنون. برج میلاد جای باحالیه برای برگزاری جشنواره، ولی واقعا سالن سینماش سالن استانداردی برای تماشای فیلم نیست. یعنی این سالن سالن تماشای فیلم نیست، نه زاویه نشستن تماشاگر زاویه مناسبیه، نه اندازه پردش اندازه درستیه، و نه بدتر از همه اینا سیستم صدای بسیار ناهماهنگ با پخش سینماییه که امیدوارم اگر قرار همچنان برج میلاد محل برگزاری جشنواره فجر باشه، مهمترین رکن جشنواره یعنی کیفیت پخش فیلم ها هم بهش فکر بشه که حداقل فیلم تو شرایط استاندارد تماشا بشه. بسیار عالی، ممنون. واقعا کیفیت صدای سلام. البته کارگردان بیرون همین تذکر و یادآوری رو داشتن. نه نه، این اصلا اولین سال نیست. ما سال‌هاست این مشکل در مورد برج میلاد وجود داره که صدای سالن استاندارد نیست. هیچ کی هم براش اهمیتی نداره انگار. اصلا اینقدرم هر سال هم میام یه چیز تکراری، این چیزی که الان من دارم میگم قطعاً در طول 7-8 سال گذشته من خودم بارها از فیلمسازها و آدما شنیدم، فقط در حد اینکه میگیم و میریم تموم میشه، هیچ فکری نمی‌کنه.